بعد از اون کودتا حکومت شاه از نظر همه دنیا غیرقانونی و استبدادی بود. اما وقتی سال 1961 ملکه برای تایید کودتاچیان وارد ایران شد و با شاه و اعضای خاندان سلطنتی ایران ملاقات کرد، معلوم شد که سلطنت حالا فقط یک نهاد بی‌طرف و یک نماد تاریخی نیست. ملکه به ایران آمده بود تا نشان بدهد سلطنت انگلیس برای حفظ سلطنت در ایران آماده است دست به هر کاری بزند. برنامه بعدی ملکه مصر بود. در مصر عبدالناصر سلطنت را ملغا کرده بود و خودش حکومت را به دست گرفته بود و کانال سوئز را هم ملی اعلام کرد. هر دو دولت ملیگرای ایران و مصر با اسرائیل هم مخالف بود. مصدق روابط سیاسی ایران با اسرائیل را قطع کرد. عبدالناصر هم می‌خواست اسرائیل را به زانو درآورد. طالما اسرائیل تعلم ان احنا لسه ما وصلناش الى القوة العسكرية الهجومية الساحقة، تبقى إسرائيل في أماكنها. آیا ملکه در مصر هم از نهاد سلطنت حمایت میکرد؟ کمی بعد از ملی شدن کانال سوئز، ارتش سلطنتی انگلیس با مجوز الیزابت در بحران سوئز دوشادوش فرانسه و اسرائیل علیه مصر جنگید. هجوم کشورهای استعماری علیه ملت مصر موجب شرمساری برای ملکه بود. برای همین لورد مونتباتن اعلام کرد که ملکه با این هجوم مخالف است، ولی نخست وزیر وقت آنتونی ایدن این مسئله را انکار کرد. آنتونی ایدن نخست وزیر استعفا داد و ملکه هم با مشاوره های شخصی و بدون رجوع به آرای اکثریت حزب محافظه‌کار هارولد مکمیلان را به نخست وزیری منصوب کرد. همزمانی حمله به مصر با دخالت مستقیم ملکه در نصب نخست وزیر کافی بود که تا انتخابات‌ها شروع شود. اما الیزابت برای نشان دادن قدرت سلطنت و خارج نشدن فرمان حکومت از دستش، باید قبل از هر چه در داخل انگلیس به خود انگلیسی‌ها نشان می‌داد که او فقط یک مقام بی‌اهمیت و نماد تاریخی نیست. بنابراین حلقه سلطنت طلب آماده حمله علیه هر گونه انتقاد از ملکه شدند. اولین قربانی لورد آلترینچام بود که بعد از یورش به مصر در مصاحبه‌های علیه این سیاست‌ها انتقاد کرده بود.